اینجا و یک اینجا تقسیم ساین 20، ساین 20 دارم که 0 اشار شنده 0 اشار 3 4 2 اینا هم از اینجا هم قیمت سی پیدا میشه، قیمت سی پیدا میشه به 316 اشار 22 سانتی متر. حالا خونه های دیگه رو نمیگیرم، نکنین خیلی راحت یک بار دیگه توضیح میدم که بفهمین سواله. گفته در همین شکل مثلث ABC بداده، دو زاویه رم بداده، زاویه B رم بداده، زاویه C، زاویه B داده 20 درجه، زاویه C رم داده 31 درجه، زاویه A بخواسته. خب ما بریم برای دریافت زاویه A، بگیم زاویه A جمع زاویه B جمع زاویه C مساوی چند درجه میشه؟ 180 درجه. زاویه A شما نداریم، زاویه B داریم، به جای قیمت میگذاریم 20، زاویه C رم داریم میگذاریم 31. 20 جمع 31 کنیم میشه 55 مثبت، به اون طرف معادله بره میشه منفی 51 مثبت، به اون طرف معادله بره منفی 51. حالا از 180 51 کم میکنیم میشه 129. پس زاویه A که پیدا شد، این جزء پیدا شد. حالا برای دریافت از این جزء، برای دریافت A نوشته میکنیم ساین A بر A مساوی قرار میدیم به ساین B بر B. چرا مساوی به ساین سی بر سی قرار نهده؟ به خاطر که با دو تا مجهول میشه در رابطه. خب از اینجی ای خودیو به جا ای خودیو به جا ساین ای زویه ای قیمت میذاریم 129، به جا ازی هم قیمت میذاریم 210، به جا هم بی هم قیمت میذاریم، از اینجی قیمت ای دریافت میشه. باره برای دریافت ای هم که دریافت شد، سی چی هم دریافت میکنه؟ سی نمیشته میکنه ای بر ساین سی، ای بر ساین سی مساوی قرار میده، یا مثلا قرار میدادیم به A بر ساین A، یا مثلا قرار میدیم به B بر ساین B، فرق نمی کنه B بر ساین B. از اینجا قیمت گذاری می کنه، قیمت C هم به این راحتی دریافت میشه. صفحه 56 یک یادداشت داده کتاب برای ما، گفته بیاد داشته باشید. سکنه ما چی وقت از قضی ساین استفاده می کنیم؟ وقتی می خواهیم یک مثلث حل بسازیم، حل ساختن یک مثلث یعنی یافتن سه ضلع سه ضلع مثلث که میشه 6 عنصر اصلی مثلث. خب چی وقت از قضیه ساین استفاده میکنین؟ میشه که ما همین مجهولایی که داره وقت از ساین استفاده کنین. کتاب برای ما دو یادداشت داره، گفته اگر اندازه دو زاویه و یک ضلع مقابل زاویه معلوم داده شده باشه، ما در این صورت میتونیم از قضیه ساین استفاده کنیم که به این شکله مخفف هم نوشته که AAS یعنی اندازه دو زاویه و ای اس چیه؟ ضلع مقابل زاویه معلوم، نه زاویه مجهول. دو زاویه که شما داده میشه، گفته اندازه دو زاویه و یک ضلع که به مقابل زاویه معلوم قرار داشته باشه، که عبارت از حال او ضلع به اس نشان داده، عبارت از یک ضلع که به مقابل زاویه معلوم قرار داشته باشه، در صورت شما میتونیم از قضیه ساین استفاده کنیم. ولی من شکل اگه به شما رسم کنم فکر کنم بهتر بفهمید. فرض کنین این زاویه شما دارین حالا 60 درجه، این زاویه هم دارین 70 درجه، این دو زاویه که شما دارین، این زاویه و این زاویه، حالا شما چند ضلع دارین اینجا؟ سه ضلع، این ضلع و این ضلع و این ضلع. اینجا شما چیکار کنین؟ اندازه یک ضلع داشته باشیم که مقابل از این زوایای معلوم قرار داشته باشه، یا این ضلع مقابل زاویه 70 درجه داشته باشیم، یا ضلع مقابل زاویه 60 درجه داشته باشین. خب با یک دادگر میشه که از 180 شما مجموعی دو زویه کم کنیم، این زویه هم پیدا میشه. خب یه زویه هم میشه که باز از اون رابطه استفاده کنه. پس ما میشه که وقتی که خلاصه بگم که اگه سرعت نشین، اندازه دو زویه داشته باشین و یک اندازه دو زویه داشته باشین و یک زویه که همین زویه به مقابل یک از این زوایای معلوم قرار داشته باشه. پس ای که نوشته میکنیم یعنی زویه و یا دو ضلع داشته باشیم و یک زاویه، به این شکل اندازه دو ضلع و یک زاویه که مقابل یکی از اضلاعی معلوم قرار داشته باشه. الان ما این دو ضلع که داریم، خب متوجه باشین یک زاویه هم داریم، این زاویه به مقابل از این دو ضلع معلوم قرار داشته باشه، نه به مقابل اون ضلع که ما نداریم، یعنی به مقابل ضلع مجهول قرار نداشته باشه. در این صورت از قضیه ساین استفاده کنیم. قانون کوساین، قانون کوساین هم برای حل مثلث به کار میره. یک مثلث کیفی در نظر میگیریم، کیفی یعنی اختیاری، مثلث A ضلع مقابل هم A B و
فرض کنیم قانون کسان خیلی راحته. قانون کسان که برای حل مثلث به کار میره، حل مثلث یافتن 6 عناصر اصلی مثلث که 3 ضرب میشه و 3 زاویه. کساین هر کدوم از این زوایا، حالا کساین ال میشته کنه یا کساین بی یا هم کساین سی. مثالی میشه کساین ای است، نکنه خیلی راحت مگه مجموعه مربعات اضلاع مجاور ایزل و ایزل مجاور میزویه، مجموعه مربعات یعنی هر کدوم از اینا به توان دو مینسان این جمع میکنه، منفی مربع ضلع مقابل مقابل همی زویه ایزل قرار دارنه بر دو چند آسل ضرب اضلاع مجاور دو بی سی. پس خیلی راحت. یا میشه به یک شکل دیگه بگم، یعنی که زویه بیه شما دو زل دیگه که داره زویه بی دارین، اناله زویه بی زل بی کم کنین و دو زل دیگه که هست مربع کنین جمع کنین. خب دو زل دیگه چی میمونه؟ ای و سی. ای رو مربع کنین، سی رو مربع کنین جمع کنین، زل بی کم کنین، منفی مربع رو کم کنین، دو چند آسان زر و زیده تا ای سی. حالا نگاه کنه براتون به دیگه. خب انال دیگه بفهمید، سه کنیم زل چی؟ زل سی کم کنیم مربع رو، دو تا دیگه که میمونه مربع جمع کنیم، به غیر سی دو زل دیگه که میمونه چیه؟ یکی ایه یکی بیه. حالا ایر مربع کنیم، بیرم مربع کنیم، ویدی تا جمع کنیم، خود همی زل مربع کم کنیم، منفی چی؟ سی مربع بردوشن دیگه دیتا دو ای بی. حالا این میشه یک شکل دیگه هم ارائه بکنیم. چی رقم مثلا؟ حالا نگاه کنیم، اگر ما همین چی مخرج یک بدیم طرف این مثل این کنیم، میشه بی مربع جمع سی مربع منفی ای مربع مثال میشه به چی؟ دو بی سی ضرب چی؟ ضرب کساین ای. حالا اگر شما خواسته باشیم قیمت ای پیدا کنیم، این بیاریم این طرف بی مربع سی مربع منفی دو بی سی کساین ای، یه که تیر کنیم اون طرف نسایی به این مورد و به شکل هم میشه که نوشته بکنیم. حالا اینجی هم نگاه کنیم خیلی بعد طرف نسایی پین کنیم، یا ما قیمت سی را اگر خواسته باشیم پیدا بکنیم، سی مربع برابر میشه به چی؟ سی مربع برابر میشه به ای مربع جمع بی مربع منفی دو ای بی کوساین سی. از اینجی اگر خواسته باشیم قیمت بی مربع پیدا کنیم، بی مربع مساوی میشه به ای مربع جمع سی مربع منفی دو ای سی کوساین بی. به شکل هم میشه این رابطه ما ارائه بکنیم. خب این هم شد از قضیه کوساین.